حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. صد تومن پول خورد دارین؟ اجازه بدین ببینم دارم یا نه. اجازه نمیتونم بدم. کاسبی نداری؟ بلند شدی؟ آره بابام بلند شدم. چی خبرته؟ نمیتونی یه چرت خوابم به همسایت ببینی؟ چی داری میگی؟ بلندتر بگو منم بشنفم. نمیگم. با تو هم نمیگم. چیزی میگی؟ چی گفتی؟ هیچی بابام، دارم قربون صدقت میرم علیکی. پس زود باش بیا بیرون، کارت دارم. سب کن تکمانمو ببندم. سلام. چه سلامی؟ چه علیکی؟ آخه مرد حسابی، اینم شد کار و زندگی که در لنگ زور بخوابی؟ تو هم کامش با من دعوا داری که؟ نه خیر، آقا انتظار دارن نازشونم بکشن. الان 6 ماهه که اجاره خونت عقب افتاده، صبح تا زور که میخوابی، شبم که نصف شب میای. اگه دهنمو وا کنم اون وقت میگن صاحبخونه آدمای بدی هست. آخه مرد حسابی، اگه راست میگی جلو پلاستو وردا برو یه خونه دیگه. من میخوام ببینم کی به یه مرد عذب خونه اجاره میده. ها
راست میگی، ایشالله وزم درست میشه، بهت پولای عقب افتاده تو میدم، نزولشم بهت میدم. اونو ببر خیر امواتت بکن. پس میگی چی کار کنم بابام؟ من که هرچی میگم با هم دعوت داری مادام. ببین آقا جون، 100 دفعه گفتم، 200 دفعه دیگه هم میگم، اگه میخوای اینجا بمونی باید بیای خواستگاری من. نه من نه، همین که گفتم، اگه با من ازدواج بکنی از پول اجاره خونه خلاص. خب حالا چیکار میکنی؟ ها؟ اسباب کشی میکنم. چی گفتی؟ من زن نمیخوام، اگه شده برم دوزی پولتو بهت میدم، اما با حد ازدواج نمیکنم. به جهنم، طاقت منو نداری، همش تقصیر منه که دلم واسط میسوزه. خیال کردی میذارم از چنگم فرار کنی؟ اگه بیای خونه میدونم با چیکار کنم. سلام موسیو. سلام و زهر مار موسیو باباته. ممنون. یه ساندویچ کالباس میشم. بفرمایید. از کجا بگیرم؟ از اون رو برو. اینم. اکبر آقا تلفن. اومدم. خرجی دوا درمون مادرم. امیدی هست دکتر؟ حالش خیلی خرابه، احتیاج به یه معالجه داره. سلام آقای دکتر، حال مادرم چطور؟ سلام جانم، به خانومم عرض کردم مادر شما احتیاج به مراقبت و مداوای شدید خدا داره. خدا متاسفانه هیچ کاری از دست من ساخته نیست، من تلاش خودمو کردم، باید ایشونو بستری کنیم تا روش عمل جراحی بشه. بهتون توصیه میکنم هر چه زودتر برای بستری شدن مادرتون اقدام بکنید. فعلا با اجازهتون خداحافظ شما. خداحافظ شما. سلام مادر. توی رضا، توی آره منم مادر. مادر جون حالی چطوری؟ سرم درد میکنه، بدنم داره میسوزه. آب پسرم، آب یه خورده آب. چشم. چقدر دلم میخواست یه کار درست حسابی گیر می آوردیم تا
زنده هستم زن بگیری، میخوام قیافه عروسم رو ببینم، میخوام صدای بچه ها تو بشنوم. یعنی تو فکر میکنی من آرزو میرسم؟ آره مادر تو خوب میشی، دکتر گفته چیزی نیست، ناراحت نباش، من شما رو میبرم بیمارستان، شما خوب میشی. اگه شده از زیر سنگم پول در میارم. از کجا؟ از کی؟ میرم پیش بچه های باشگاه، بالاخره یه خاک تو سر خودم میریزم. من بازی میکنم، میزی بیچینینه سر چقدر؟ سر هیکل 500 تومن. ببین جونم 500 تومنو جلو بچه بذاری قهر میکنه، هر وقت 1000 آوردی بی جلو به عرب ریختنش نمیارسه. تو میترسی؟ اینجوری فرض کن 500 نقد بذار وسط باطی کنی، ببینم کسی هست رو دست رضا بخونه. مثل اینکه فاتحه 500 تومنو خوندی. صاحب کنیم بابا، من 1000 تا میام رو دستش. هنده کیره 500 تومنش. میدونم سایمو با تیر میزنی، ولی خوش دارم بیام رو دستت. بیا بزن. خیلی خوبه، میز بیچینینه. امشب خط پولا تو اون موسیو رو میگیرم، اینجا رو آخر پاییز میشمورن. نه خیلی بگاه. ای تو اینجا مصابی اومدی، میخواستم به دیرفا ها کرده باشم، دلم واسه سوخ کنفت کنم. مرغا زیاد قدقد میکنن، اما وقتی تو خودشن صداشون خفه میشه. حالا بزن جوجی. حالا نگاه کن محله بیشت بگل لعنتی. شانس آوردی، بزن که سر چوب لیزه. آره وقتی به تن تو بمالم پاک میشه، همچین میزنم که لوزه به ترکه. بکپا بگل فاتحه. گفتم که جوجه را آخر پاییز میشمورن، رد کن بیاد 3000 تومن بی زبونو. صبر کن تا سر دارم سر میشکورم. من با نامردا چوب نمیزنم، حالی شد؟ با پولم خبری نیست. هنه پس دوری نامردی. آره دوره تو دیگه تموم شده، حالا دیگه نوبت ماست. آقای وگل پول رو رکم بیاد، خوش گذشت یا نگذشت؟ باریکالله خوب زدیشون، بشمور ببین درسته؟ شموردن نمیخواد، زیادیمونم هست. بیا بریم صورت تو بشون. آدم که با این بچه ها دعوان رو میکنه، ترسیدم بزنم یکیشون بمیره، اون وقت بیافتم اون دونه. شما پیتری، شما بیافتیم بیو در بدری علاف داغون.
خب منم علافم. واسه همین میگم شغل با یکیه. ما دو نفرم مثل مرغای هوا باید به انتظار شکار باشیم. از این که رو دست بلند شدم دماغی هم. تو ساندویچ فروشی حسابی خیتت کردم. دیرم میخواست اذیتت کنم. یه عمره که کارم اذیت کردن آدمای مردم آزاری مثل توه. موسیو تو زن و بچی داری موسیو؟ گفتم به من نگو موسیو، دلخور میشم. خوشبختانه زن و بچه ندارم، ولی تو یه خونه یه اجارهی میشینم که صابونش یه زنه. زنه به من بین کرده و میگه عاشقتم، میخوام بهت ازدواج کنم. دوست دارم. هیکلش هست این هوا، اگه گیرش بیفتم خاکستر میشم. اوه جالبی. تکو تنها ایش قم و قصه ای نداری. راستی بیا بیا سهم تو بگیر، چیزی نمونده بود یادم بره. ای بابا ما از این پولا زیاد دیدیم، بذار جیب خوده. مثل این که تو بیشتر احتیاج داری، بذار جیب خوده. چرا به من محبت میکنی؟ دلم وسط میسوزه. همینطوری ازت خوشم میاد، میدونم که تای دلت صاف. دوزی به قیافت نمیاد. یا تو موسیم بفرما تو، 24 ساعت در اینجا واضح. یا الله نامحرم این طرف ها نمیشه. نه بابا برو، تو نامحرم کیه؟ بفرماییم اگه مادرم بفهمه که پول بیمارستانش رو فراهم کردم ما خیلی خوشحال میشه، خرسند میشه. بفرماییم موسیو. خیلی نوکر موسیو که صدای گریه میاد. یعنی میگه اتفاقی افتاده موسیو؟ مادر مادر انشالله که غم آخرتون باشه. مادر مادر، همش تقصیر من بود. من واسط پسر خوبی نبودم. من هیچ وقت نتونستم تو رو خوشبخت بکنم. خدایا چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا هرچی غم و گسته از واسه من نازل شده؟ گریه فایده ای نداره، این سرنوشت ماست. تو که نمیدونی اون چقدر خوب بود، عمرش واسه منه گذاشت. حالا بدون اون من چی کار کنم؟ تو این دنیا من کسی رو ندارم. بیچاره چه آرزوهایی واسم داشت، دلش میخواست واسم زن بگیره، بچه همو ببینه. باید فکر کفن و دفنش بود. وای وای چی شدی موسیو؟ فریب کردم، فکر کردم آدم دیگه شدی. مرسی، خیلی ممنونیم. آخی این اولین دفعه از کتو برام بگیرم. سلامت، خوش اومدین. اون انعام مال همه تونه. خیلی ممنون. خداحافظ. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ میدونم که باعثی درد سر تو شدم به خودم نوسیو. این حرفا چیه میزنی؟
اگه آدم ها به هم کمک نکنن پس واسه چی خوبه؟ آره خب حالا میخوای چی کار کنی؟ نمیدونم فکر میکنی یه آدم تک و تنها مثل من چه کاره میکنه؟ میرم دنبال سرنوشتم بالاخره به یه جایی ختمه میشه. قربون تو دوست خوب برم انشالله باز در مسیر خوبیای تو قرار بگیرم. خداحافظ. وایسا ببینم آنه. من نمیذارم تو تنها بمونی. اگه منو به دوستی قبول داشته باشی که میدونم داری حرفمو زمین نمیندازی، درسته؟ آنه. پس بیا پیش خودم. آنه. بالاخره یه کلبه خرابه هست که دوتای شبمونو توش صبح بکنیم. دلم نمیخواد بگی نباشی؟ کلبه خراب نباشی. قربونت. نباشی. حالا شدی آدم حرف گوش کن. را بیو. را بیو. بیو باشی با امید خدا. خونه من همینجاست. دعا کن که صابخونه خونه نباشه. آسه یه چی؟ پسر تو چقدر خنگی. گفتم که صابخونه من زنه. عاشق منه. بگیرتت. اگه راست میگی خودت بگیرش. اگه خوشگله باشی میگه منه بگیر. چی میگی؟ اون کوهه. آتش فشانه. موازه بار سر صدا را خوزی. خدا بیا. آخر و عاقبت ما رو به خیره بکنه. نگاه کن کسی نباشه. تو دلم لرزید. نه مثل این که کسی خونه نیست. ولی آهسته بیا. آیو. یواش. یواش آهسته کدوم یه فرقی نداره. آهسته و یواش فرقی نداره. بسی تو همه رو بیداره بکنی. یواش یواش. مواظب باش. چه چقدر قدیمیه. بیشتر به درد موزه میخوره جون تو والا. یه چند تا کوزم تو باغچش بکاریم بعد کشفش کنیم بهمون جایزه میدن. سقفشم خالی آسمونشم یه رنگه. یواش یواش یواش. زمین لرزه اومد. سعی کن خودتو غمگین نشون بدی. تو حالا کدوم جهنم در ای بودی؟ این دیگه کیه؟ این رفیق من. باری بزیز خانم راست میگه من رفیقشم. ببین خواهر جون ببین تو رو به خدا داد بیداد نکن. این رفیق منه. نبیشتر بگی تازه مادرش مرده تنهاست. این تم بمیره آبروی من رو بخر. بهش تسلیت بگو. بهش تسلیت بگو. تسلیت دیگه. خیلی خوب ایشالا قمه آخرت باشه. بونه تو شکیره. تو برو تو اتاق من الان میام. برو 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 قربونت برم الهی. تو صابخونه ها به اینجا نداره بخدا. بایستا ببینم پس اجازه عقب داده چی شد؟ باز یخشو گرفته. گفتم که هر وقت کار درست حسابی گیرو بردم بهت میدم. بایستا عوضی تو همیشه همینو میگی. من این حرفا سرم نمیشه. همیشه از این قولا میدی. پس قضیه خواستگاری من چی میشه ها؟ من که آتونم سر شده. دلی دلی بخورم تو مرد که نده. وایسا ببینم به تو هم میگن من یه عمره که من رو بای تو نشستم. اگه مردی بیا بیرون تو حساب تو برسم. مرد نیستم و بیرونم نمیام. من که مرد بیا بیرون. یه تو میسی خودو الان گندش در میاد. پولم رو زدن. آی دوز نگرده آقا نگرده پولم رو زدن همون که با هم حرفی زد پولم رو زد از اون برم بیا یه کمکم کنی برای جا رفتم از کدوم بری؟ اون بری بیا بیا رخه تن آخه مرد حسابی آدم جیب مسافر اتوبوس رو که نمیزنه اگه اون پولدار بود که سوار اتوبوسه نمیشد خوب کاری یکی شده تو کاری نباش اونیش با من خوب گناهشم با تو حالا چیکار کنیم خوب بریم دیگه بریم دیگه خونه رو نگاه میگم یه بازدیدی به عمل بیاری. نه بابا من نمیام. من که دزد خونگی نیستم. نه ترس بابا بیا. نمیترسم. میترسم تو دردی سر بیفتی.
دیگه بیا. این آشقالا دیگه چی چیه؟ باسه چی آبوش ببر بیزه سر جاش؟ این جوارات بریم اونا داری؟ پس جواهرا کجاست؟ همش زیر سر این دختره بیشوره. مریم؟ 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 بله بله، اتفاقی افتاده؟ آره، تو بهتر میدونی چه اتفاقی افتاده. منظورتو نمیفهمم. ای خودی قیافه بچه یتیما رو به خودت نگیر، بگو جواهرات منو چی کار کردی؟ جواهرات چی؟ منظورت چی؟ خودت بهتر منظورمو میفهمی. من توی خونه از دست تو روز خوش ندارم. اگه مادر گور به گور زنده بود، هیچ وقت پدرت با این سن و سال نمیمد منو بگیره و بندازه تو دامن دختری مثل تو. به خدا من اطلاعی از جواهرات شما ندارم. همین الان تکلیف تو رو با پدرت روشن میکنم. پدرت باید بدونه تو چه موجودی هستی. بله بفرمایید. الو اعتماد، بهتره بلند شی بیای خونه، تکلیف من و دخترتو روشن کنی. عزیزم باز چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ منو آورده تو این خونه که کلفتی تو و دخترتو بکنم؟ خانم هر وقت خواست بره، هر وقت خواست بیاد، هر کاری دلش خواست بکنه، به جواهرات من دست برد بزنه. آروم باش زن، این تهمت ها رو به مریم نزن. چی؟ تو که روزا خونه نیستی ببینی دخترت چه دست گلایی به آب میده. مریم باعث ننگ خانواده ماست. من دیگه خسته شدم، کلافه شدم. توی خونه یا جای خونه یا جای نه. بازمون میزون و میزون میشه. بگیش مریم یه تاکسی میخریم کار میکنیم. باشه موافقم. های نفر مردم ببین چی شد. راننده در بره بیا بلندش کنم. دکتر خانم بلندش کنم. باید ببریمش بیمارستان. باید ببریمش بیمارستان. آره من میگم ببریمش بیمارستان. بیا آقای راننده، بیا وجدان داشته باش. باری برو، در مجازات تخفیف قائل میشم. خوشبختانه صدمه زیادی ندیدیم. ممکنه بپرسم کی منو به اینجا آورده؟ برادراتون. اونا خیلی سفارش شما رو چی؟ برادرام؟ ولی من که برادر ندارم. شما الان حواستون سر جاش نیست، بهتر استراحت کنم. از آنه میکنم که بیمارستان تر و تمیزیست. نه گاگو؟ آره خیلی تمیز. آدم حوس میکنه چند روزی تو راه روش بخوابه. حرفا چیه پسر؟ از آن خونه تو که بهتره با اون سلام. از اون اتاقای میدونم چی و صبونه بدون اتاق 214 اونجا سقا. اونجا قربونه تو. آره بیا همینجاست. آره سلام خانم. سال خواهرمون چطوری؟ مثل این که شوک بهش دست داده چون شما رو نمیشناسه. اشکالی نداره، اون از اولش هم ما رو نمیشناسه. بیا بابا ما رو میشناسه. بیا دری بری چرا میگی؟ سلام هرنه خوابیده ساکی جلو کچی نکنه باش یباش بابا بیا که چیزی ندیفتم. دکتر من نمیخواستم زنده بمونم. من دیگه از این زندگی خسته شدم. من تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. آدمایی که دورم هستن از من بیزارن.
دلم میخواد بمیرم و از این زندگی لعنتی راحت بشم. من میخوام بمیرم دکتر. چی را از این زندگی خسته شدید؟ حیف شما نبود که بمیرین. هن شما کی هستین؟ ما سلام خانم، ما دو تا آدم در به در و آواره هستیم. درسته میگم گاگو؟ بله درسته. این هیپی اسمش گاگوه. ما حرفای شما رو شنیدیم. واسه چی میخواستی خودتونه بکشی؟ من ببینم شما همون دو نفری هستین که خودتونو برادرای من معرفی کردین؟ بله 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 خانم خودمون درست. خوب شناختمتون. شما ها دوست هستین. الان جیغ میزنم و همه رو خبر میکنم. شما به چه اجازه وارد اتاق من شدین؟ آی هوا خانم دوست اومدی؟ خانم شما رو نجات دادیم. دوستای شارلاتان شما خیلی بیجا کردین که منو نجات دادین. ای وای کمک. خواهش ساکت میکنم. آخه دست منو گازه میگیره. چه دندونای چیزی هم داره بی انصافه. من میخواستم خودم رو بکشم. اگه شما از اینجا بیرون بریم بازم خودم رو میکشم. یعنی هیچ فرقی نداره؟ من هیچ کس رو ندارم. من تنها بدبخت. ببینی خانم، ما تنها هستیم. ما بدبختیم. اما باید با زندگی مبارزه کرد. حیف شما نیست که میخواین خودکشی بکنین؟ میگین چی کار کنم؟ والا شما حاضرین منو با خودتون ببرین؟ تو که میگی والا جوابشم بدین. داری؟ نداری؟ داری؟ نداری؟ میدونستم تا این حرفو بزنم جا میخورین. اصلا شما کی هستی؟ بریم بیرون راحت هم بزنیم. خب اگه تو دوست داشته باشی میتونی بیای پیش ما. درسته؟ درسته. ولی حقیقتش اینه که ما زندگی درست حسابی نداریم. شکم خودمونم به زوره سیر میکنیم. بازم درسته. درسته. تو به قیافت نمیاد که بتونی اینجوری زندگانی بکنی. میتونی؟ چرا؟ چرا؟ ببین من بهتون قول میدم هر جوری شما دوست داشته باشی من با تو زندگی کنم. اگه نه من توی دنیا هیچ کس و هیچ جا رو ندارم که برم. خیلی خوب باشه. هیچ اشکالی نداره. وقتی از بیمارستان مرخص شدی میبریم پیش خودمون. از کیسه خلیفه میبخشی. آره اشکاتو پاک کن. آره گریه نه. بازم شما دوستا با معرفت تر از آدم های دیگه هستی. چه خوب شد. ازتون ممنونم. باریکلا بالاخره با خودت کنار اومدی ها. بفرمایین تو. بیاین تو یواش. باشی درم ببند. باشی، امر دیگه نیست؟ یا باشی خیلی، برو. چرا اینجا اینقدر قدیمیه؟ ببخشین، آپارتمانای جدیدمون حاضر نبود. چه حرفا میزنی؟ به بیت گفتم که ما بدبختیم. مواظب باش پله ها. یواش، یواش. ببین درست اونجایی که نباید حرف بزنیم، حرف میزنی. یواش، یواش. اوپن دی دور. بیای تو. بفرمایید. اگه خاور بفرمایید. چه خاور بفرمایید. کله گنجش که خوردی؟ کلم خورد. بیا. هن. ببینم شما اینجا زندگی میکنی؟ میگم اگه ناراحتی ببریم اون تو آپارتمانمون. همچین صحبتی میکنی که انگار از دماغ فیله افتاده یا هر شب تو پر قو میخوابیده. حالا بگی بشین بابام کم کم عادت. آره بیا بشینیم رو تخت که بختمون واز بشی. بشین. آخی. اینجا رو براتون تمیز میکنم. آره. براتون قضا میتزم. یه درم بیشتر نداری. آره خوش میگذاری. موسیو اون تو چه خبره؟ یا حضرت موسیو الان که من برم و گوشمونه چی کار کنم؟ من چی کار کنم؟ به نظر تو چی کار کنیم رزا؟ اینو بکنیم زیر تخت. بیا برو زیر تخت. من که نمیتونم برم اون زیر تخت. موسیو اگه بفهمی چی میشه؟ بهت گفتم درو باز کن. اومدم بابا. برو دیگه. برو اصلا شطور بیدیم. برو در باز کن. برو در باز کن. موسیو اومدم با من. برو بازش کن دیگه. بله
اینجا چه خبره؟ اینجا هیچ خبری نیست. من و دوستم داشتیم با هم اختلاط میکردیم. ولی من اینجا صدای زن شنفتم، درسته؟ ولی صدای زن منو خودتون که میبینین اینجا زنه نیست، فقط ما دوتا هستیم، من و گاگو هستیم. آری، یعنی میخواییم بگی من عوضی شنفتم یا خواب دیدم؟ هر دوش. آری، میدونی چیه قربونت برم؟ من داشتم برای رفیقم عدای زنه من عدا میابود، داشتم بهش میگفتم من اینجا رو برا تو تمیز میکنم، برا تو قضا میپزم. به جون خودت راست میگم، باور کن. چیزی آره؟ ها؟ که گفتین کسی اینجا نیست. نه خیر نیست، جان اونجا هست. حالا نشونتون میدم. نشون بده ببینیم. برنش بده. ما هم ببینیم. وای خاک بسر. بیا بیرون. یالا بیا بیرون. نه کرده اون زیر داری. اتاق به چند نفر این اجاره میده بی انسان؟ سلام خانم. چرا به ما؟ سلام و زهر ما. ببین تو اینجا چی کار میکردی هن؟ فکرای بد نکن خبر کنم، مریم نامزد رزاست، امشب مهمون ماست. آره، شی ایز مای فیانسی. راست میگه دختر؟ آره. بله درست. درسته، من اونو بی نهایت یعنی خیلی دوست دارم. آره. با شما کاری ندارم. ولی یکی نیست از این موسیو بپرسه آخه تو چه مرگتی که با من ازدواج نمیکنی؟ از قدیم گفتن خونه بی زن مثل سر ککل میمونه. حالا شما ناراحتی نباشین، موسیو خیلی به شما علاقه منده، به من گفته که قصد داره با شما ازدواج بکنه. اینطوری که نمیشه، اون باید بیاد به پام بیفته تا من بهش بله رو بگم. ببینین خبرخانم، موسیو فردا شب ما رو به یک کاباری دعوت کرده، از من خواسته تا شما بخوام که به اون کاباره بیاین. خب چون شما وساطت میکنی من هیچ حرفی ندارم، باشه. مرسی. مثل اینکه این وساط من اضافی هستم، تو هیچ که من سوال نمیکنه. ساکت. از اولش هم میدونستم منو دوست داری، ولی حیف که خجالتی هستی. آره. خیلی خوب، ناراحت نباش، امشب خودم شام درست میکنم و همگی دور هم شام. من ناراحت نیستیم، شما ناراحت نباش. دیدی انتقام ما ازت گرفتم. بریم. سلامتی. بفرما قربون از پنجونه. راستی رحیم آقا، با تکلیف پولای کارخونه چی میشه؟ خیلی وقت دست به کار نشدی. اگه این دفعه ما رو بگیرن کارمون تموم هست، پرونده ما دیگه سیاه شده. پس میگی چی کار کنیم؟ دست بذاریم رو دست که چی بشه؟ فکر اونش هم کردم، پای رضا رو بکشیم بسا. رز خوش دست رو میگی؟ آره، این کار میخوره. اگه قراره کسی گیر بیفته بهتره رضا این کارو بکنه، اگر موفق شد که پولا را چانگش دار میاد. ولی چطور رحیم آقا، مگه به این زودی ها راضی میشه؟ آره رحیم آقا راست میگه، اون به این آسونی ها دوم لا تله نمیده. شاورش پیغام بفرستیم بقیهش با ما، هیچ کس از پول برش نمیاد. اگر رضا قبول کنه میدونم چه معامله ای باش بکنم، تلافی اون بازی رو سرش دار میاره. من باز برم کلیسا، امروز مراسم مسئله میخواد. منم بیلم میخواد بیام، اما رحیم پیغام داد یه سر برم باشگاه. علیکی سلام، مشغولیشو ببینم بابا جون. نه بابا جون اینجوری نمیذارم، غلط گرفتی چوبو دست برو کناره ببینم. سیره دیم دیدی؟ جالبه نه؟ جالبه زدم. حالا برو برای خانوادت تعریفه بود. بفرمای جاها رزا. عجب صدایی داره. هرچی رفت بای خودم. میتروی انسانی. فرمایشی بود؟ سایت خیلی سنگین شده. تو ناسلامتی دواز رفاقت با ما میزدی؟ چی مزخرفاتی میشنو و مزکی تالا نامرده رفیق ما شدند؟ ببین رضا، اون ماجرایی که بین تو و مرتضی پیش اومد اتفاقی بود. تو دعوا که حلوا خیرات نمی کن. آدم باز گذشت داشته باشه، کینه شطوری مال شطوره. چی اولندش که شطوری خودتی، دومندش من هیچ وقت زیر بار حرف زوره نمیرم، سومندش زودتر بگین چه ارزی دارین میخوام برم. رو راست بهت بگم، نقشه یه سرعته، پولای کارخونه بزرگ،
خب این کار چه ربطی به من داره؟ کلید این کار فقط تو دست توه. تو بچه های ما هیچ کس طرف ارستر از تو نیست. دلم میخواد قبول کنی و از هممون درست میشه. کوره خوندی رفیق، من نیستم. میدونستم واسه کار درستی حسابی دنبال من نمیفرستی. دیوونگی نکن رضا، یه نگاه به سرباز خودت بکن. یا آخه تا کی میخوای اینجوری باشی؟ جدی؟ آخی بمیرم. بهتره حرف رحیم خانو گوش کنه. تا برو بمیر، تو پولم مال خودتون. خداحافظ آقایون عرازیله. گوش کن رضا، یه موقع میشه که میای التماس میکنی، اون وقتی که راهی واسه دمونده. به 29 دیلت نمیاد تهدیدم بکنی. خداحافظی شما. دلاخره خودت بار میکردی. بیا بخواهی بیا کنو آقا. بله لطفا 2 کیلو باقالی بدیم، 1 کیلو هم شده. عرضه میدم خدمتون. ببخشید آقا، میتونم یه تلفن بزنم؟ اگه زیاد طول نمیکشه اشکال نداره. مرسی. الو. سلام پدر، من مریم هستم. توی مریم؟ کجا هستی؟ من زمین و زمانو برای پیدا کردن زیر پا گذاشتم دخترم. پدر، منو میبخشید که تنهات گذاشتم. من دیگه تو اون خونه بر نمیگردم. فقط به تلفن زدم که بگم حالم خوبه، یعنی زندم، خوبم. بچه نشو دخترم، برگرد پیش من. دلم برای دیدن تنگ شده. دل منم برای شما تنگ شده. ولی پدر، اون خونه دیگه جای من نیست. اونجا واسه من جهنمه. حالا از کجا تلفن میزنی؟ اونجا خیلی شلوغه. ها؟ منم جنستون حاضره. الان میام. منو میبخشی پدر، بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم. خداحافظ. خیلی بیا میشیو، دشمن نیست. بیا بیا بریم. آخی، همش تقصیر تو. او براش گول گرفتی بردی بیمارستان. چرا؟ اگه نمیرفتی سراغش، حالا راحت راحت بودیم دیگه بابا. دلمه واسه سوخ. شاعر میگه تو نیکی میکنه، در نمیدونم کجاها انداز که ایزد به تو دهدی لغمونونه دراز. یه غلطی کردی و هر دو تو بمون انداخت. غلط کردی و کردی کبابم. میگه چیکار کنم؟ بهش بگم بزنه به چاک. تو برو جلو بیبی، خوابه میانه و نزدیک تو حیاط نباشه. برو تو، برو. همش منه میندازه جلو. این بار من پیشمرگشم. جلو خوابر حرفشو نزنی. جلو خوابر چیش نزنم؟ جلوی خوابر میگم حرفشو نزنی. فکر کردم میگه خوابر نزنم. سلام. سلام خوابر خوابر. چیش از مریم زلیل مرده کجاست؟ میخواییم بهش بگم کمک کنه بیادش اینجا؟ بله. لازم نکرده، نیم ساعت پیش از خونه رفت بیرون. یعنی کجا ممکنی رفتی باشی؟ والا اینجا که خونه نیست، کاربون سراست. خوب. دختر جوان آوردن این دنگ و پنگارم داره دیگه. مگه اتفاقی افتاده خبر چون؟ بله خانم، خیال میکنه من کلفتشم. مرتب بهانه میگیره، میگه چرا حموم وان نداری، چرا نهار پیفتک نداری. جالبه چه غلطای بزرگی بزرگی میکنی. اومده حالا بکنیش. سلامه. سلام. سلام خواهر خانم، لطفا برای نهار باقالی پلو درست کنین. مرسی. ماره ما شیوی اش شوید باقالی پلو بفرما. نگفتم چی؟ بچش در اومد. والا اینطور که معلومه با چندرغاز اجاره که یه سالم عقب افتاده شما صابخونه شدی. اها، من این چیزا سرم نمیشه. تا امروز قدمتون سر چشم، یا اجاره خونه رو اضافه میکنی یا میزنیم به چاک. همه زیر سر توی موسیو.
باز به من گفت موسیو هنه خب حالا میگی باز چی کاره بکنیم هنه هیچی باید باهاش صحبت کنی بهش بگی برگرده خونه پدر مادرش ما شکم خودمونم نمیتونیم سیر کنیم آره. اگه میخوای اینجا بمونی ردش کن بره آخه من رومه نمیشه بهش حرفی بزنم آره از قیافت معلومه خیلی خجالتی هستی آره تو بمیری تا خاور ما را از اینجا ننداخته بیرون برو باش صحبت کن هن بهم خیلی برخورد پس این یه لقمه نونو بگیر دستت ادامم در نیار شاید تونستم با صحبت بکنم به امید خدا برم ببینم چی میشه نه به امید بعضیا کرم دارن با اجازه مریم خانم میخواستم با تون حرفی بزنم درباره چی؟ درباره میدونین چیه؟ من تو این خونه خودم زیادیم تکلیف خودم با خودم هنوز روشنه نیست فهمیدم میخوای بگی از این خونه برم بیرون چشم میرم صبری بکن من حرفمو بزنم از اولش هم میدونستم که شما دوتا از رو دلسوزی من آوردین اینجا خیال میکنین من نمیفهمم دارین بهم ترحم میکنین؟ نه اینطوری نیست به خدا چرا؟ همینطوری شما مردا همتون همینطوری خیلی زود جا میفهمید ولی گوشو بدی چی رو گوش بدم؟ منو بگو که فکر میکردم دیگه راحت شدم فکر میکردم شما با همه آدمای دیگه فرق دارین فکر میکردم دیگه از اون زندگی لعنتی راحت شدم لا مصرب بذار من حرفمو بزنم آخه منم انسانم یعنی آدمم ببینه مریم به خدا موضوع این حرفا نیست خب ما که اینجا ملک شخصی نداریم خونه مال یکی دیگه است ما دو نفر خودمون آواره ایم شکم خودمون به زوری سیر میکنیم سبتمیشه از شبمون خبر نداریم مثل سکه میمونیم که با همون شیریاخت بازی میکنن اون وقت چطوره میتونیم خرج تورم بدیم من هیچ دلم نمیخواد تو رو ناراحت کرده باشم من حتی آزارم من به یه مورچه هم نرسیده فهمیدی؟ اگه مشکلتون اینه خب منم کار میکنم کمک خرجتون میشم خب مثلا چه کاری بلدی بکنی؟ مثلا میرم کلفتی میکنم خرج خودم رو در میارم دی میخوای همین چندیل قاز آبرویم که داریم از دست بدیم؟ اون وقت مردم پشت کله ما چی میگن؟ نمیگن که تو میری کلفتی میکنی تا شکم من و موسیو سیر بشی؟ خب هر کاری که پیش بیاد میکنم من از کار کردن که خجالت نمیکشم ببین رضا من اون موقع که خونه خودمون بودم معلم موسیقی داشتم تعلیم آواز دیدم میرم خواننده میشم هنه؟ یعنی میخوای بری خواننده بشی؟ آره چه اشکالی داره؟ هیچی جالبه اینجوری خیلی هم زود پولدار میشی بعضمون درست میشه اجاره های پس افتاده خاور خانومم میگه والا من یه نفری نمیتونم تصمیم بگیرم تو این خونه سه نفرن که باید تصمیم بگیرن اولیش خودم دومیش خاور و سومیش موسیوه هنه موسیو تو حیات داره آب گلا رو میخوره برم باش مشورت بکنم و بیام سلام علیکم شما کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ نه ترسین خانوم میخوایم با اتون چهار کلمه اختلاط کنیم حرف زدن که ایرادی نداره داره بریم بیرون من با کسی که نمیشناسمش حرف نمیزنم ما میخواییم به نفع شما صحبت کنیم این دوتا آدمی که شما رو گول زدن پروندهشون سیاست گفتم از اینجا بریم بیرون وگرنه جیغ میکشم جیغ زدن که دردی رو دوا نمیکنه فقط میخواییم بگیم که واسه آدمی مثل شما خوبیت نداره با دوتا آدم بی سر و پا معاشرت داشته باشه از اینجا بریم بیرون تا جیغ نزدم خانم بی خودی داد و فریاد راننده بریم بیرون کسافتا بریم بریم ریفلکی منتظر میده چه خبره مریم یالا
بارانشو نگیر. نمیشه بعد میبینی رز خوشتر بهتره کلاتو بذاری بالاتر. رحیم آت چم افتاده. اگه میخوای فکتو ببندم بازم وایسه. بلشون بخوری آدم میزن. خوب مریم جان توری که نشدی بابام جان. خیلی به موقع رسیدی. آره بابا را بیفت بریم، اینجا جای ما نیست. ما را بهر هر کاری که نساختن ما برای کارهای دیگه این درست نمیشیو. بریم از اینجا. خانندم خاننده قدیم بابا، تو صدایی نداری آخه. میدونستم که شما منو نیگر نمیدارین، ولی به خدا تقصیر من نبود. بهت قول میدم دوره این کارو خط بکشم. مثلا من به خاطر شما این کارو کردم. من در حیرتم که چرا بر نمیگردی پیش پدر مادری. آخه تو از این زندگی فکسنی چی میخوای؟ میبینی که ما هشتمون گروی هفت و نیممونه. حالا خیلی دلم میخواد برگردم خونم، ولی دیگه نمیتونم. واسه یه چی؟ خب اگه کاری از دست ما برمیاد بگو. من به شما عادت کردم. اگه حرفمو باور کنی، میخواستم بهت بگم من به تو علاقه پیدا کردم. میفهمی؟ بی منی جالبی. من چیزی ندارم که بهم علاقه پیدا کرده باشی. اشتباه میکنی. تو یه قلب ساده داری که هیچ کس نداره. خب همین برای زندگی کافیه دیگه. همینه. یعنی تو میخوای بگی دوستم داری؟ میکنی؟ من که باورم نمیشه. انگار دارم رویا سیر میخونم. رزا جونی رزا، تو با من ازدواج میکنی؟ آخه چجوری؟ مگه کشه؟ مگه میشه؟ ببین رضا، من توی خانواده اشرافی بزرگ شدم. پدرم مرد ثروتمندی. وقتی که مادرم مرد، پدرم دوباره زن گرفت. اما زن پدرم چشم دیدن منو نداشت. واسه همین من از اون خونه فرار کردم. اما اگه تو به خواستگاری من بیای، من با پدرم آشتی میکنم. میای رضا؟ آخه با این وضع شندیر پندیر کی به من میاد تو این دوره زنو بده؟ هنه هرچی من میگم تو گوش کن، بقیهش با من. ببینم تو لباس از این بهتر نداری؟ نه بابا، رستم از تو هم یه دست اصله تازه یه روز در میون سهرابم میپوشتش. اینجوری که نمیشه. تو موسیو باید از هر جا شده یه دست کچلوار تر و تمیز فراهم کنین و بیاین. فردا شب سالگرد ازدواج پدرمه و بهترین موقع برای خواستگاری. من به پدرم میگم که عاشق تو شدم و تو مهندسی. به به به. خواهش میکنم شما رو ببخشید. اون دوتا کیان؟ من تا حالا اونا رو ندیدم. فکر کنم که همون دوتا مهندسی هستن که اومدن خواستگاری مریم. به قیافشون نمیاد مهندس باشن. خواهش میکنم. پدر، ایشون آقای مهندس رضا و ایشون هم مهندس گاگو، همون کسایی هستن که قبلا دربارشون باهاتون صحبت کردم. پدر جون سلام عرض میکنم. من فکر نمیکنم این آقایون مهندس باشن. چی میگن موسیو؟ یعنی ممکنه قیافه ما اینقدر عوضی باشه که به مهندسی نخوریم؟ شنیدم شما به دختر من علاقمند هستین، درسته؟ هن بله. من خجالت میشم. تو بهشون بگو موسیو. بله بله، مهندس رضا از مدت قبل به مریم خانم علاقمند شدن و بالاخره تصمیم گرفتن که رسماً ازشون خواستگاری کنن. آره. شما راضی که هستی؟ ممکنه بفرمایید شما در چه رشته ای تخصص دارید؟ من مریم خانم نگفتن مگه؟ بندی با کمال شرمندگی باید بگم مدرک اجادی صاف کنی دارم. میگید نه از موسیو گاگو بپرسید. موسیو باباته صاف کنید. چند لحظه صاف کنین آقای اعتماد. شما حرفای اینا رو باور نکنین. اینا شارلاتان هستن، دوست هستن. دوست؟ کیه؟ با ماست؟ پدر، مجید دروغ میگه، حسادت میکنه. اینا هیچ وقت این کارو نمی کنن. صبر کنین، اتفاقا زیادم دروغ نمیگه. منه یه آدم آواره و دره به دره هستم. نمیتونم از جلد خودم بیرونه بیام.
من مهندسه نیستم، من یه آدم پاپیتی هستم که با یه قلب علیکی اومدم دخترتون خواستگاری بکنم. رضا تو حالت خوب نیست. چرا؟ اتفاقا حالم خوبه، خیلیم خوبه. تو یا داری منو گول میزنی یا داری خودتو میزنی. تو باید بری با همین آدم ها زندگی بکنی بیرخسی. آره جونم، تو داری اشتباه میکنی. اینا همشون به همه دروغی میگن، اما من به خودم دروغی نمیگم. بیا این آقاه راستیشی میگه، من دزده هستم. خانم جیم بیا جلو، این مال شماست. تو واسه چی گریه میکنی؟ به درد تو همین نمیخورن که باید شده. تاسو برخزی بیا بری موزیو، بیا ببینی نا چی به ما گفت. آره جونم، مریم به من دروغ میگه، میخواست ثروت پدرشو به روح من بکشه، میخواست منو خارم بکنه که کرد دیگه. بیا بری. آره جونم، بایسه من هم با تو میام. رضا بی با همینجا باش، اینجا به درد تو میخوره. خدا تو داری اشتباه میکنی. برشون تو مریم، خودی تو میخوایی خانواده ما رو بیا برو کنی. از اولش هم گفتم که دختری تو به اشرفیت ما لطمه میزنه. من از این خونه میرم، دیگم بر نمیگردم. سالگرد ازدواجتونم مبارک باشی. مریم برگرد. تو رو خدا اخمات وا کن، عصبانی نشو. میدونم بد کاری کردم ولی دلم خونکی شد. خیلی وقت بود که این حرفا تو دلم همینطور مونده بود. تو فکر میکنی اینا پولا رو از کجا آوردن؟ هم مال منو تو رو خوردن که شکماشون اینقدر شدی. تو چی تیگاگو؟ تو چرا ناراحتی؟ اخماتو وا کنه. هنه. من برای اون دختر ناراحتم. رضا. هنه. رضا. کیه سیدام؟ آه تویی. یمی. بسم الله. ویلکون. ویلکون. چرا دست از سر من وری نمیداری؟ نکنه دنبالم اومده بگی دوستم داری. رضا. تو درباره من اشتباه میکنی. من مثل دخترهای دیگه نیستم. من واسه قلب خودم زندگی میکنم. به حرف مردمم کاری ندارم. هر کی هر چی میخواد بگه. ببین مریم، ما با تو وصلی ناجور هستیم. چطوری دلت اومد که ما رو به اون خونه دعوت بکنی؟ میخواستی دارو نداره پدرتو به روخ ما بکشیدی؟ موسیو، آخه شما یه چیزی بگین، من دیگه از اون زندگی خسته شدم. آره رضا اینقدر تو زندگیش بدبختی کشیده که باور نمی کنی یکی بخواد بهش محبت کنه. یا بابا موسیو ولش کنه، خوشت میاد؟ رضا حرف منو باور کن، من تو رو دوست دارم. دیگه تو اون خونه پا نمیذارم. اگه فکر میکنی به دروغ میگم، خب میذارم و میرم یه جایی که دیگه نام و نشونی ازم نباشه. من تو سیر کردن شکم خودم موندم. اگه این میسیو پیدا نمیشد و بهم جواب و مکان نمیداد، حالا باید منو تو گوشی خیابونا پیدا میکردی. آخه مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ برای خوشبخت شدن فقط دوست داشتن کافی نیست. رضا من با تو میسازم. ببین من با خوب و بدت سر میکنم، هر چی بگید گوش میکنم. مهم اینه که شما یه کار شرافتمندانه برای خودتون دست و پا کنید. آخه مگه زندگی غیر از این چیز دیگه هم هست ها؟ مریم جون، من تو رو دوست دارم. منو با خودتون میبرین ها؟ تو رو اوهون من بیا تو آغوشم. رضا جان، بالاخره من ستاره خودم رو پیدا کردم. دوستم همیشه میگفتن رضا تو هفت آسمون یه ستارم نداری، ولی حالا همه چیز دارم. دیگه اینقدر آه و ناله نکنه. از قدیم گفتن از تو حرکت، از خدا بریکت. پس پاشو حرکت مریم جون، پاشو. آره از فردا با موسیو میریم یه کاری واسه خودمون دست پا میکنیم. من که میرم زیر ماشین، یعنی رو تاکسی. خوبه موسیو؟ خوبه. رضا شما ها خیلی خوبی. خیلی خوب. حالا بریم. آره با چیه؟ نفهمیدم. چی حالا؟ من گذشت کردم باش تو حرف بری. ایو من نه. چی چرا؟ یعنی این شخص مترفرای من اون خیابون سفر کردی؟ این مصطفر سفر کردی؟ چرا پیچیدی جلوی من مردی که؟ خوش بده. اخوی سفر بشکا چونه شده کنم. مروم هستش. شما کتابی هست. چیه کتابی هست؟
مردم یه وجب شدم دیگه، همش کوتاه اومدم. هی کوتاه به گوش، کوتاه به گوش. سلام رضا، چرا اینقدر دیر اومدی؟ همه خوابیدن؟ هنی، تو چرا نخوابیدی؟ منتظر تو بودم که شامو با هم بخوری. مثل اینکه ناراحتی ها؟ اتفاقی افتاده؟ هنی، امروز رفتم تاکسی صاحب مرده رو به صاحبش پس دادم. یعنی دیگه نمیخوای کار کنی؟ کدوم کار؟ ولی قطعی کار که نیست، این کار نشد یک کار دیگه. سابقم خرابه، هر جا میرم ردم میکنن. صبح تا شب واسه چند دقیقه تو خیابونا پرسه بزنم که آخرش چی بشه. هر چی در میارم یا با پول جریمه بدم یا خرج تصادفاته بکنم. بالاخره که چی؟ امشب میخواستم بهت بگم که تا چند وقت دیگه ما بچه دار میشیم. دیگه وضع زندگیمون عوض میشه. تو مگه از به دنیا اومدن بچه‌مو خوشحال نمیشی ها؟ مگه همیشه نمیگفتی که دلت میخواد صدای گریه بچه‌تو بشنوی؟ چرا؟ ولی چرا نمیخوای بفهمی مریم؟ اینجور کار از من بره نمیاد. پس فردا که بچه‌مون به دنیا بیاد با کدوم پول بزرگیش کنیم؟ پول بیمارستان و خرج مدرسه بچه‌مون از کجا بیارم؟ من دلم نمیخواد پس فردا جلوی اون سرم پایین باشه. نمیخوام بچه‌م بگه بابام عرضه خریدن یه عروسک نداشت. نمیخوام بچه‌م مثل من در به در و آواره بشه. ببینم تو اصلا اینا رو میفهمی یا نه؟ ما تو سیر کردن شکم خودمون مونده، میفهمی؟ آره رضا میفهمم. من از روز اول هرز رفتم، درسی که نخوندم. خدا بیامرز مادرم با پول رخت شویه در و همسایه ها منو بزرگ کرد. وقتی جنازشو میخواستم از زمین بلند کنم دستم خالی بود. دیگه میسیو به دادم نمیرسید، خدا میدونه وزم به کجاها میکشید. من که ازت چیزی نخواستم، توقعی ازت نداشتم. دروغ میگی. وقتی به تو فشار اومد میذاری و میری، مثل اونای دیگه، خیلی های دیگه. ولی من دلم نمیخواد کارم به اینجا بکشیم. ما باید خوشبخت بشیم. باید وقتی بچه‌مون به دنیا میاد چشش تو خونه خودش باز بشه، میفهمی؟ هنه فردا میرم سراغ بچه های باشگاه. یه کاری هست که توش پول خابیده. اگه موفق بشم از این شهر میریم، یه زندگی ساده و بی‌سرصدا واسه خودمون درست میکنیم به امید خدا. دلم نمیخواد گریه بکنی. من اگه تنها بودم به خدا قصه ای نداشتم. تنهان میزدم، لونلی نیستم. رضا تو اصلا جان فراموش کردی یک سال از آشناییمون میگذره. من فردا شب میخواستم هممون دور هم باشیم، یه جشن کوچیک بگیریم. من تو این دنیا تو رو با هیچی عوض نمی کنم. قربونه تو برم، بهت قول میدم فردا شب شامو گرده هم میخوریم. تو از این ماجرا فقط حرفی به میسیو نزن. اخ دلم نمیخواد اون ناراحته بشی. باشه، حرفی نمیزن. من فردا شب هر طوری شده کارو به امید خدا تموم میکنم. رضا با پای خودش اومد تو دام، بهش به فرما بزنیم. خوش اومدی آقا رضا. علامت خونسردی ها. سلام. سلام. خوب اگه جلسه خصوصی ما برگردیم بریم. تو از زیر روی ما باخبری.
چی شد که یاد ما کردی؟ هیچی، اومدم بگم به آتون موافق، اما یه شرطی داری. چه شرطی؟ هفن هف، نصف نصف پولا رو تقسیم میکنیم. موافقم، کی شروع میکنی؟ کی چی؟ از همین امشب. قول مردونه؟ نه، مردا زیر قولشون میزنن. زنبر بیار جلو. برنده بیای بیرون دیگه، سفارش نمی کنم. علی رضا خوش دست همیشه بردی، باخته توش نیست. مرتضا، مرتضا تو باش برو. باشه، تو باش بیا. برو بینم چی کنم. رفت افتاده. اینه بگیر.
نباشی. خب حتما کارش طول کشیده، الان دیگه پیداش میشه، به دلتون بد نیاره. بفرما آقای مرشمان، تاجب پولایی بزن. پول یه اون میتونی باش کف کنی بچه تفتکی رزه دست کش رو دست کن. دیگه از این بعد میفهمه با کی طرفه. اگه این همه پول دستو میفتاد از خوشحالی دیوونه میشد. واقعا اگه نه بدبخت تو عمرش به خودش این همه پول ندیده بود. اگه بخوام هنوزم این پولم مال منی. تو آره منه؟ پس کیه؟ جمعشون؟ یالا جمعشون کن بذارشون توی کیفه. اگه فکر کردی که این پولا سهمی داری کور خوندی، بهتره که برگردی. من اینه بچه ها بله قربون. آره آقا رزا خوشت است، به نفته که برگردی. خودت که میدونی پولی که دست ما بیفته فقط صاحبش ماییم. رچی کنار. آره همه اینا رو میدونم که چقدر نامردیم. منم واسه همین به پلیس خبر دادم. میدونی چیه رحیم؟ اصلا از اولش من زیر بار این قضیه نمیرفتم، اما تو نامرد منو وسوسه کردی. واسه همین اومدم که خود حسابامو باهات تصفیه. خب بشو من کسی به تو نگفت رضا کجا میره؟ نه به من حرفی نزد. یکی هم اینجاست. Oh.
رضا بلنشو ببینم چی شده بابا رضا حرف بزن تو رو خدا چی شده رضا آخه چه اتفاقی افتاده ایچی بابا من حالم خوب خوبه بیا بریم دستمو ول کن موسیو ول کن دستمو من آی خدا مرگم بده الهی رضا رضا چی شده تو رو خدا حرف بزن بلنشو ناراحت نکن این سرنوشت آدمای مثل منه آدمای مثل من مریم جون من دارم صدای بچه‌مونو سه تومن پول خوردی دارین؟ اجازه بدیم ببینم دارم یا نه اجازه نمیتونم بدم شدم. چی خبرته؟ نمیتونی یه چرت خوابم به همسایت ببینی؟ چی داری میگی؟ بلندتر بگو منم بشنفم نمیگم با تو هم نمیگم چیزی میگی؟ چی گفتی؟ هیچی بابام دارم قربون صدقت میرم علیکی پس زود باش بیا بیرون کارت دارم سب کن تکمانمو ببندم سلام چه سلامی؟ چه علیکی؟ آخه مرد حسابی اینم شد کار و زندگی که تا لنگ زور بخوابی؟ تو هم که همش با من دعوا داری که نه خیر آقا انتظار دارن نازشونم بکشن الان 6 ماهه که اجاره خونت عقب افتاده صبح تا زور که میخوابی شبم که نصف شب میای اگه دهنم رو وا کنم اون وقت میگن صابخونه آدمای بدی هن. آخه مرد حسابی اگه راست میگی جلو پلاست و وردا برو یه خونه دیگه من میخوام ببینم کی به یه مرد عذب خونه اجاره میده ها؟ راست میگی ایشالا وزم درست میشه بهت پولای عقب افتاده تو میدم
نزولشم بهت میدم. اونو ببر خیر امواتت بکن. پس میگی چی کار کنم بابام؟ من که هرچی میگم با هم دعوا داری مادام. ببین آقا جون، 100 دفعه گفتم، 200 دفعه دیگه هم میگم، اگه میخوای اینجا بمونی باید بیای خواستگاری من. نه من نه، همین که گفتم اگه با من ازدواج بکنی از پول اجاره خونه خلاص. خب حالا چیکار میکنی؟ ها؟ اسباب کشی میکنم. چی گفتی؟ من زن نمیخوام، اگه شده برم دوزی پول تو بهت میدم، اما با هات ازدواج نمیکنم. به جهنم. تو طاقت منو نداری، همش تقصیر منه که دلم واسط میسوزه. خیال کردی میذارم از چنگم فرار کنی؟ اگه بیای خونه میدونم با چی کار کنم. سلام موسیو. سلام و زهر مار موسیو باباته. یه ساندویچ کالباس میشه. بفرمایید. از کجا بگیرم؟ از اون رو برو. اکبر آقا تلفن. اومدم. خرجی دوا درمون مادرم. امیدی هست دکتر؟ حالش خیلی خرابه، احتیاج به یه معالجه داره. سلام آقای دکتر، حال مادرم چطوره؟ سلام جانم، به خانمم عرض کردم مادر شما احتیاج به مراقبت و مداوای شدید خدا داره. خدا متاسفانه هیچ کاری از دست من ساخته نیست. من تلاش خودمو کردم، باید ایشونو بستری کنیم تا روش عمل جراحی بشه. بهتون توصیه میکنم هر چه زودتر برای بستری شدن مادرتون اقدام بکنیم. فعلا با اجازهتون خداحافظ شما. خداحافظ شما. سلام مادر. توی رضا، توی آره منم مادر. مادر جون حالی چطوری؟ سرم درد میکنه، بدنم داره میسوزه. آه پسرم، یه خورده آه. چشم. قربونه دست. چقدر دلم میخواست یه کار درست حسابی گیر میآوردی. تا زنده هستم زن بگیری، میخوام قیافه عروسمو ببینم،
میخوام صدای بچه ها تو بشنم. یعنی تو فکر میکنی من آرزو میرسم؟ آره مادر تو خوب میشی، دکتر گفته چیزی نیست، ناراحت نباش، من شما رو میبرم بیمارستان، شما خوب میشی. اگه شد از زیر سنگم پول در میارم. از کجا؟ از کی؟ میرم پیش بچه های باشگاه، بالاخره یه خاک تو سر خودم میریزم. من بازی میکنم. میزی بیچینینه سر چقدر؟ سر هیکل 500 تومن. ببین چونم 500 تومن جلو بچه بذاری قهر میکنه، هر وقت 1000 آوردی بی جلو به عرب ریختنش نمیارسه. تو میترسی؟ اینجوری فرض کن 500 نقد بذار وسط باطی کنی، ببینم کسی هست رو دست رضا بخونه. مثل این که فاتحه 500 تومنو خوندی. صاحب کنیم بابا، من 1000 تا میام رو دستش. هنه کیره 500 تومنش. میدونم سایمو با تیر میزنی، ولی خوش دارم بیام رو دستت. بیا بزن. خیلی خوبه، میزی بیچینینه. امشب خط پولا تو اون موسیو رو میگیرم، دیگر آخر پاییز میشمورن. نه خیلی بگر میبازی. ای تو اینجا مصابی اومدی میخواستم بهت ارفاق کرده باشم، گلم واسه سوخ کنفت کنم. مرغا زیاد گدگد میکنن، اما وقتی تخ بودشن صداشون خفه میشه. حالا بزن جوجیه. نه حالا نگاه کن محله بیشت بگل لعنتی. شانس آوردی، بزن که سر چوب لیزه. آره وقتی به تن تو بیمالم پاک میشه، همچین میزنم که لوزه به ترکه. بک پا بگل فاتحه. گفتم که جوجه را آخر پاییز میشمورن، رد کن بیاد 3000 تومن بی زبونو. صبر کن تا سر دارم سر میشکورم. من با نامردا چوب نمیزنم، حالی شد؟ با پولم خبری نیست. هنه پس دور دوری نامردی. آره دوره تو دیگه تموم شده، حالا دیگه نوبت ماست. آقای وگل پول رد کن بیاد، خوش گذشت یا نگذشت؟ باریکالله خوب زدیشون. بشمور ببین درسته؟ شمردن نمیخواد، زیادیمونم هست.
بیا بریم صورت تو بشو. آدم که با این بچه ها دعوان رو میکنه. ترسیدم بزنم یکیشون بمیره اون وقت بیافتم اون دونه. بریم را بیا. شما پیچری شما بیا. بیوک جنون. در به دری علاف داغون. خب منم علافم. واسه همین میگم شغل ما یکیه. ما دو نفرم مثل مرغای هوا باید به انتظار شکار باشیم. از این که رو دست بلند شدم دماغی هم. تو ساندویچ فروشی حسابی خیتت کردم. دلم میخواست اذیتت کنم. یه عمره که کارم اذیت کردن آدمای مردم آزاری مثل توه. موسیو تو زن و بچی داری موسیو؟ گفتم به من نگو موسیو دلخور میشم. ای؟ خوشبختانه زن و بچه ندارم، ولی تو یه خونه اجارهی میشینم که صابونش یه زنه. زنه به من بین کرده و میگه عاشقتم، میخوام با حد ازدواج کنم. تو زندرم هیکلش هست این هوا، اگه گیرش بیفتم خاکستر میشم. او جالبی تکو تنها ایش غم و غصه ای نداری. راستی بیا بیا سهم تو بگیر، چیزی نمونده بود یادم بره. ای بابا ما از این پولا زیاد دیدیم، بذار جیب خوده. مثل این که تو بیشتر احتیاج داری، بذار جیب خوده. چرا به من محبت میکنی؟ دلم وسط میسوزه. همینطوری ازت خوشم میاد، میدونم که تای دلت صاف. دوزی به قیافت نمیاد. یا تو موسیم بفرما تو 24 ساعت در اینجا واضح. یا الله نامحرم این طرف ها نمیشه. نه بابا برو تو، نامحرم کیه؟ بفرمایین اگه مادرم بفهمه که پول بیمارستانشو فراهم کردم ما خیلی خوشحال میشه، خرسند میشه. بفرمایین موسی. خیلی نوکر موسی. کسی دا گرگه بیا. یعنی میگه اتفاقی افتاده موسی؟ مادر مادر انشالله که غم آخرتون باشه. مادر مادر، همش تقصیر من بود. من واسط پسر خوبی نبودم. من هیچ وقت نتونستم تو رو خوشبخت بکنم. خدایا چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا هرچی غم و غصه از واسه من نازل شده؟ بلند شو بزن، گریه فایده ای نداره. این سر رو بشنه بس. تو که نمیدونی اون چقدر خوب بود، عمرش واسه من گذاشت. حالا بدون اون من چی کار کنم؟ تو این دنیا من کسی رو ندارم. بیچاره چه آرزوهایی واسم داشت، دلش میخواست واسم زن بگیره، بچه همو ببین. مرد خوب نیست گریه کنی، باید فکر کفن و دفنش بود. وای وای چی شدی موسیو؟ غریب کردم، فکر کردم آدم دیگه شدی. مرسی، خیلی ممنونیم. آخی این اولین دفعه از کتو برام بگیرم. سلامت، خوش اومدین. اون انعام مال همه تونه. خیلی ممنون، خداحافظ.
اگه تو نبودی من چیکار میکردم؟ میدونم که باعث دردی سر تو شدم به خودم نسیو. این حرفا چیه میزنی؟ اگه آدما به هم کمک نکنم پس واسه چی خوبه؟ آره. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ دی میدونم، فکر میکنی یه آدم تک و تنها مثل من چیکار میکنه؟ میرم دنبال سرنوشتم، بالاخره به یه جایی ختمه میشه. قربون تو دوست خوب برم، انشالله باز در مسیر خوبیای تو قرار بگیرم. خدا حافظ. وایسا ببینم هنه. من نمیذارم تو تنها بمونی. اگه منو به دوستی قبول داشته باشی که میدونم داری، حرفمو زمین نمیندازی، درسته؟ هنه. پس بیا پیش خودم. هنه. بالاخره یه کلبه خرابه ای هست که دوتای شبمونو توش صبح بکنیم. دلم نمیخواد بگی نباشی؟ کلبه خراب نباشی. قربونت. باشی. حالا شدی آدم حرف گوش کن. را بیو، را بیو بیو. باشی، با امید خدا. خونه من همینجاست. دعا کن که صابخونه خونه نباشی. باسه یه چی؟ پسر تو چقدر خنگی. گفتم که صابخونه من زنه. عاشق من. بگیرتت. اگه راست میگی خودت بگیرش. اگه خوشگله باشی میگه منو بگیر. چی میگی؟ اون کوه آتش فشانه. موازه بر سر صدا را خوزی. خدا آخر و عاقبت ما رو به خیره بکنه. نگاه کن کسی نباشه. تو دلم لرزید. نه، مثل اینکه کسی خونه نیست. ولی آهسته بیا. آیو. یواش. یواش آهسته کدوم یه فرقی نداره. آهسته و یواش فرقی نداره. بسی تو همه رو بیداره میکنی. یواش یواش. مواظب باش. چه چقدر قدیمیه. بیشتر به درد موزه میخوره جون تو والا. یه چند تا کوزم تو باغچش بکاریم بعد کشفش کنیم. بهمون جایزه میدن. سقفشم خالی، آسمونشم یه رنگه. یواش یواش. یواش. باش. زمین لرزان من خون سعی کن خودتو غمگین نشون بدی. تو حالا کدوم جهنم درهی بودی؟ این دیگه کیه؟ این رفیق من. باری بزیز خانم، راست میگه من رفیقشم. ببین خواهر جون، ببین تو رو به خدا داد بیداد نکن. این رفیق منه. نبیش نگو. تفلگی تازه مادرش مرده تنهاست. این تم بمیره آبروی من رو بخر. بهش تسلیت بگو، بهش تسلیت بگو. بگو دیگه. خیلی خوب، ایشالا غم آخرت باشه. بونه تو شکیره. تو برو تو اتاق، من الان میام. برو. برو. چشم. برو. قربونت برم الهی. تو صابخونه ها بینجه نداره بخدا. بسه ببینم. پس اجابه حق داده چی شد؟ باز یخشو گرفته. گفتم که هر با کار درست حسابی گیرو بردم بهت میدم. وایسا عوضی، تو همیشه همینو میگی. من این حرفا سرم نمیشه. همیشه از این قولا میدی. پس قضیه خواستگاری من چی میشه ها؟ من که آتونم سر شده. دلی دلی بخلی بخلی مرد که نده. وایسا ببینم به باز دیگر تر. یه عمره که من رو بای تو نشستم. اگه مردی بیا بیرون تو حساب تو برسم. مرد نیستم و بیرونم نمیام. من که مرد بیا بیرون. یه تو میسی بودو الان جندش در میاد. پولم رو زدن. آی دوز نگرده آقا، نگرده، پولم رو زدن. همون که با هم حرفی زد پولم رو زد. از اون بیا یه کمکم کنی. رفت مسکنم بریم بیا رفتن. آخه مرد حسابی آدم جیب مسافر اتوبوس رو که نمیزنه. اگه اون پول دار بود که سوار اتوبوسه نمیشد. خوب کاری یکی شده. تو کارید نباشم نیش با من. خوب گناهشم با تو. حالا چی کار کنیم؟ خوب بریم دیگه. بریم دیگه. خونه رو نگاه. میگم یه بازدیدی به عمل بیاری. نه بابا من نمیام، من که دزد خونگی نیستم. نه ترس بابا، بیا. نمیترسم، میترسم تو درد سر بیفتی. Thank you.
دیگه نونمون افتاد تو باشو بریم بابا کجا بریم بیا بیا انهون نکنی بیا دیگه بیا این آشقالا دیگه چی چیه؟ آشقالا واسه چی آبوچ ببر بیزه سر جاش؟ این جوارات بریم گناه داری جواهرا کجاست؟ همش زیر سر این دختره بیشوره مریم؟ 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 بله بله اتفاقی افتاده؟ آره تو بهتر میدونی چه اتفاقی افتاده منظورتو نمیفهمم ای خودی قیافه بچه یتیما رو به خودت نگیر بگو جواهرات منو چیکار کردی؟ جواهرات چیه؟ منظورت چیه؟ خودت بهتر منظورمو میفهمی من توی خونه از دست تو روز خوش ندارم اگه مادر گور به گورت زنده بود هیچ وقت پدرت با این سن و سال نمیمد منو بگیره و بیندازه تو دامن دختری مثل تو به خدا من اطلاعی از جواهرات شما ندارم همین الان تکلیف تو رو با پدرت روشن میکنم پدرت باید بدونه تو چه موجودی هستی بله بفرمایید الو اعتماد بهتره بلند شی بیای خونه تکلیف من و دخترتو روشن کنی عزیزم باز چی شده دیگه چی میخواستی بشه؟ منو آورده تو این خونه که کلفتی تو و دختر تو بکنم؟ خانم هر وقت خواست بره، هر وقت خواست بیاد، هر کاری دلش خواست بکنه به جواهرات من دست برد بزنه آروم باش زن، این تهمت‌ها رو به مریم نزن چی؟ تو که روزا خونه نیستی ببینی دخترت چه دست گلایی به آب میده مریم باعث ننگ خانواده ماست من دیگه خسته شدم، کلافه شدم بازمون میزون و میزون میشه بگیش بریم یه تاکسی میخریم کار میکنیم باشه موافقم های نفر بریم مردم ببین راننده در بره مردم بیا بلندش کن بری شدی بفتر خانم بلندش کن بلکه بریمش بیمارستان باید ببریمش بیمارستان آره برو من میگم ببریمش بیمارستان بیا آقای راننده بیا وجدان داشته باش باری برو در مجازات تخفیف قائل میشیم بیدان بکنیم خوشبختانه صدمه زیادی ندیدیم ممکنه بپرسم کی منو به اینجا آورده؟ برادراتون اونا خیلی سفارش شما رو چی؟ برادرام؟ ولی من که برادر ندارم شما الان حواستون سر جاش نیست بهتر استراحت کنید از آنه میکنم که بیمارستان تر و تمیزیست نه گاگو؟ آره خیلی تمیز آدم حوث میکنه چند روزی تو راه روش بخوابه حرفا چیه پسر؟ از آن خونه تو که بهتره با اون سلام با. از اون اتاقای میدونم چی و صبحونه بدون اتاق 204 اونجا سقا اونجا قربونه تو آره بیا همینجاست آره سلام خانم سال خواهرمون چطوری؟ مثل این که شوک بهش دست داده چون شما رو نمیشناسه اشکالی نداره اون از اولش هم ما رو نمیشناسه بیا بابا ما رو میشناسه بیا دری بری چرا میگی؟ سلام هنه خوابیده
گیلو یواش بابا بیا که چیزی ندیفتم. دکتر من نمیخواستم زنده بمونم. من دیگه از این زندگی خسته شدم. من تو این دنیا هیچ کس رو ندارم. آدمایی که دورم هستن از من بیزارن. دلم میخواد بمیرم و از این زندگی لعنتی راحت بشم. من میخوام بمیرم دکتر. چی را از این زندگی خسته شدی؟ حیف شما نبود که بمیرین. هرنه شما کی هستین؟ ما سلام خانم، ما دو تا آدم دربیدر و آواره هستیم. درسته میگم گاگو؟ بله درسته. این هیپی اسمش گاگوه. ما حرفای شما رو شنیدیم. واسه چی میخواستی خودتونه بکشی؟ هرنه ببینم شما همون دو نفری هستین که خودتونو برادرای من معرفی کردین؟ بله خانم خودمون درست. خوب شناختمتون. شما ها دوست هستین. الان جیخ میزنم و همه رو خبر میکنم. شما به چه اجازه وارد اتاق من شدین؟ آی هوار دوست اومده. ما خانم شما رو نجات دادیم. ما اومدیم خانم جون نیت به خیر باشین. دوستای شارلاتان شما خیلی بیجا کردین که منو نجات دادین. ای وای کما خواهش ساکت میکنم. آخه دست منو گازه میگیره. چه دندونای چیزی هم داره. بی انصافه. من میخواستم خودم رو بکشم. اگه شما از اینجا بیرون بریم بازم خودم رو میکشم. اینی هیچ فرقی نداره؟ من هیچ کس رو ندارم. من تنها بدبختم. ببینی خانم، ما تنها هستیم. ما بدبختیم. اما باید با زندگی مبارزه کرد. حیف شما نیست که میخواین خودکشی بکنین؟ میگین چی کار کنم؟ والا شما حاضرین منو با خودتون ببرین؟ تو که میگی والا جوابشم بدین. داری؟ نداری؟ داری؟ نداری؟ میدونستم تا این حرفو بزنم جا میخوری. اصلا شما کی هستی؟ بریم بیرون راحت هم بذاریم. خوبه اگه تو دوست